سلام، من امیر تقی‌آبادی هستم و توی اولین ویدیو از سری ویدیوهای کوتاهی که قرار شما رو برای بازار کار آماده بکنه یا به ارتقای شغلی شما کمک بکنه در خدمتون هستم. توی این قسمت قرار در مورد تابع ویلوکاپ در اکسل با هم دیگه صحبت بکنیم. اگر که مصاحبه رفته باشین، شاید با این مسئولین HR مواجه شده باشین که وقتی مدعی هستین که با اکسل کار کردم، یکی از سوالای مهمی که از شما میپرسن، یکی از سوالایی که خیلی در حقیقت تکراری اینه که آیا ویلوکاپ رو در اکسل بلدی یا نه. فارغ از این که اصلا چقدر مهمه که ویلوکاپ رو در اکسل بلد باشی یا نه، خب در نهایت اینه که خیلی ساده است، با یه سرچ میتونین متوجهش بشین، ولی خوبه که یک بار ببینین که در حقیقت ویلوکاپ چیکار میکنه. خیلی ساده است و لاقل در سری بعدی که اگه این سوال ازتون پرسیدن، بتونین راحت تر و با اعتماد به نفس پاسخ بدین. ویلوکاپ خیلی ساده بخوام بگم اینه که میاد و اون چیزی که مد نظر ماست رو توی یک ستونی میگرده و در نهایت خروجی که متناظر با اون در حقیقت چیزی که ما مد نظرمون بوده به ما نمایش میده. به عنوان مثال فرض بکنیم که خب ما اینجا تعداد خیلی زیادی کالا داریم که اینا مثلا حالا شماره های SKU شه و هر کدوم از اینها هم یک قیمتی داره. ما در یک فایل دیگه ای که حالا مثلا من آدم یکیش کردم، یه سری تخفیف داریم، درصد تخفیف داریم که میخوایم روی این کالاها اعمال بکنیم. خب یه راهش اینه که من برم دونه دونه اینو مثلا سرچ بکنم، بیام اینجا و ببینم که این عدد چیه. 651,000 تومن رو اینجا بنویسم. خب همطور که میبینید این کار عبثیه و زمان بره، به خصوص وقتی که تعداد اینها زیاد بشه. به جای این کار میتونیم بیایم از ویلوکاپ استفاده بکنیم. کافیه که مصاحبه بزنیم تا ویلو که تایپ بکنیم خودش میاد و پیشنهاد میده. کافیه که تب رو بزنیم و کلش نوشته میشه. ویلوکاپ 4 تا متغیر میخواد که از ابتدا لوکاپ ولیو میگه اون چیزی که میخوای من دنبالش بگردم رو انتخاب کن، که میگه من آقا این رو میخوام تو برام دنبالش بگردی. بعد از این انتخاب کردی میگه اون جدولی که میخوای من توش بگردم رو انتخاب بکن، که من این ستا رو در حقیقت میخوام که توی این ستا بگرده. بعد از اینکه این اتفاق افتاد میخوام که بیاد ایندکس نامبر از من میخواد. این ایندکس نامبر یعنی چی؟ یعنی اینکه از اون SKU، از اون جایی که بین این دوتا یکسانه، ستونی که بین این دوتا در حقیقت جدول دوتا شیتمون یکسانه، بیا و بشمر چند تا باید به سمت راست برم در زمانی که left to right اکسل ما، و چند تا به سمت چپ برم در زمانی که راست به چپه. خب من اینجا این متغیر اولمه، ولی من میخوام که 1 2 3 تا بیام این طرف و 3 رو میخوام، یعنی 1 2 3. میگم که در نهایت خروجی رو از ستون سوم بعد از ستونی که توش قرار ویلوکاپ بگردی و پیدا بکنی رو به من نشون بده. بعد از اینکه این رو زدم، در نهایت یه ترو فالس میخواد که معمولا ما فالس یا صفر میزنیم، به این معنی که بگرد و چیزهایی که عیناً شبیه به همه نشون بده. اگر که حروف بزرگ کوچیک داشت یا فاصله امثال هم رو برای ما مهم نیست، ما میخوایم عیناً اگزکت مچ باشه اصطلاحاً و دقیقا اون چیزی که خواستیم رو دنبالش بگردیم و نتیجه رو نشون بدیم. خب من اینجا کافیه که اینتر رو بزنم، میبینید که اون 651,000 تومن رو اینجا گذاشت. حالا کافیه که روی این دابل کلیک بکنم و همطور که میبینید تمام قیمت‌های متناظر اون SKU رو به ما نمایش داده. به عنوان مثال مثلا من الان اگه این رو سرچ بکنم 166,000 تومن، ببینیم که اینجا همین 166,000 تومن رو داریم. بله خب همطور که دیدیم ما قیمت ها رو به راحتی آوردیم. اینجا فقط کافیه که اگر عدد نهایی رو میخوایم بیایم و این رو ضرب در 1 منهای این کنیم و میبینیم که این قیمت نهایی هم مشخص شد. یعنی مثلا اگر که حالا 10% تخفیف داره، ما اینقدر
کم کردیم، 90% قیمت باقی مونده. تو اینجا مثلا عدد خب 5% کمتر، اینجا مثل اینکه 99% عملا از مفت شده برای کاربر. خب دیدین که ویلوکاپ خیلی تابع ساده ایه، باز میتونیم در موردش بیشتر یاد بگیریم، ولی پیشنهادم اینه حتما امتحانش کنین. یه بار امتحان کردنش میصرفه تا اینکه سری بعدی توی مصاحبه اگه ازتون پرسیدن که بلدی با ویلوکاپ کار بکنی، بمونی که اصلا ویلوکاپ چیه. ممنون، میبینمتون. یادتون نره که سابسکرایب کنین، دکمه زنگوله رو بزنین و اگر از این ویدیو هم خوشتون اومده لایک کنین و به دیگران معرفی کنین. کامنتاتون هم که مثل همیشه خیلی برای من انرژی بخشه و امیدوارم که توی این مسیر هم این کامنتاتون به من کمک کنید که یک مسیر رو با هم دیگه طی بکنیم که شما خیلی راضی باشیم و دانستایی که نیاز دارین رو بتونیم به دست بیاریم. میبینمتون.